اون چیزی که واقعا بدیهی است و درش هیچ شکی نیست اینه که زنها در جمهوری اسلامی در خطر زندگی می کنن. حتی در منازل خودشون جانشون در خطر هستش، زیرا همینطوری که روزنامه شرق اشاره کرده، زنها توسط مردا، شوهرها، برادرها و حتی پدرهاشون به قتل می رسن. اما چیزی که واقعا من رو ناراحت کرد این بود که روزنامه شرق که وابسته به جمهوری اسلامی هستش این آمار رو کم گفته و واقعیت و شفافیت در رابطه با این آمار نشون نداده و مسلما جمهوری اسلامی نخواسته که این آمار و واقعیت تلخ و وحشتناکی که زنان باهاش مواجه هستن رو نخواستن که به گوش جهانیان برسونن و برای همینه که با تخمین بسیار کمی این آمار رو گزارش دادن و این سعی کردن که رشته کلام رو به دست خودشون نگه دارن. گروه استاپ فمیساید ایران الان مدت 3 سال هستش که با وسواس تمام اخبار و تمام گزارش هایی که مربوط به زنکشی در ایران گزارش میشن رو ما یادداشت کردیم و در یک دیتابیس، اولین دیتابیسی که به این صورت با نقشه با دیتیل خیلی متشکل ما تونستیم که روی این مسائل تمرکز بکنیم و برای کسایی که مایل به ریسرچ هستن و پژوهش‌های بیشتری هستن ما این دتا رو، این آمار رو آماده کردیم و هر کدوم از این گزارش‌هایی که ما وارد دتابیسمون کردیم با منبع و منبعش خود رسانه‌های ایران بودن. چه حالا بگذاریم که بعضی از این رسانه‌ها دیگه به دلایل سیاسی ممکنه وجود نداشته باشن و همینطور بعضی از این منابع به خاطر فشارهایی که جمهوری اسلامی روشون گذاشته مجبور شدن که بعضی از لینک های خبری رو بخوان حتی محو بکنن، ولی نهایتا این بوده که ما تمام این اخبار رو مستند کردیم و طبق همون اخبار که میدونیم خیلی هاشون هم واقعا دست کم گرفته شدن و رسانه ای نشدن، ولی سعی کردیم که طبق اونها و همینطور رسانه های حقوق بشری خارج ایران سعی کردیم که اینا رو به دست بیاریم و آماربندی بکنیم و با گزارشی که روزنامه شرق و اعتماد و دیگران به ثبت رسوندن یک یادآوری به ما کردن که زنها واقعا در ایران حساب نمیشن، چه در زندگی که حقوقشون نصف حقوق مردان هستش و چه در مرگ، و از مردم میخوایم که با ما سعی بکنن، با ما تماس بگیرن و اگر گزارشی دارن در هر سالی که عزیزانشون از بین رفتن از طریق این قتل‌ها ولی نتونستن به دلایل مختلف این اخبار رو به حتی آمار رو بخوام برسونن به ما خبر بدن، روایتشون رو بگن، ما میخوایم که بدونیم. این از تار و پود سیستم جمهوری اسلامی که همش از تبعیض شروع میشه و به تبعیض اتمام پیدا میکنه باعث شده که حتی بازماندگان این جرایم نخوان که شوهرشون یا پدرشون رو به زندان بفرستن، چرا وابستگی و چرا که وابستگی های دیگری دارن به خاطر تضعیف های سیستماتیک که در جامعه ایران وجود داره. اینا حتی اگر قوانین همچین زندان طولانی تر وجود داشت ممکنه که نتونن بالاخره به عدالتی که باید برسن. نهایتا مهمترین قانونی که باید عوض بشه قانون برابری بین زن و مرد هستش و بعد از اون یکی دیگه از چیزی که میتونه واقعا جان زنان و دختران رو نجات بده جلوگیری جامعه با کودک همسری هستش، چرا که طبق پژوهش های ما یکی از عوامل اصلی خشونت خانوادگی و نهایتاً زنکشی در خانواده های ایران
منجر هستن به کودک همسری و دخترانی که بدون اراده خودشون به خاطر همین قوانین تبعیض آمیز و سیستم تبعیضی که در ایران وجود داره مجبور به ازدواج های مسموم شدن. ما ممکنه نتونیم این قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی رو از طریق دیتابیس 200-300 400 هزار کیس فمیساید یا زنکشی بتونیم عوض بکنیم، ولی ما دوست داریم که ذهنهای مردم ایران روشن بشن و احساس همدلی و همدردی برای مردم ایران بیشتر بشه، برای اینکه این زنها، این دخترها فقط شماره هایی در آمار نیستن، بلکه اینا خواهرای ما هن، مادرای ما هن، بچه های ما هستن و وقتی که جون آنها در خطره، جون ما هم در خطره. و این برمیگرده به مهمترین و رسانه‌ای ترین قتلی که جمهوری اسلامی خودش مرتکب شده و من مطمئنم که روزنامه شرق در این آمار وارد نکرده، و اون قتل مهسا امینی و دختران دیگه بودن که به دست جمهوری اسلامی به خاطر تبعیض و به خاطر فشارهای غیر عادی جمهوری اسلامی جونشون رو از دست دادن.